به نام خداوند بزرگ و یکتا، سلام و وقت بخیر خدمت علاقمندان برنامه امت وسط. به بحث این هفته بسیار زیاد خوش آمدین و ما همچنان در اینجا مهمان عزیز خود را با خود داریم، جناب دکتر استاد محمد عاطف را. در نخست استاد را خوش آمدید میگم. شکر. خوش آمدید استاد. خب بیننده های عزیز، این که امروز صحبت خواهد کردیم در مورد تأنی و حوصله مندی، این که حوصله مندی چیست، تفاوت های این تأنی با حلم چیست و همچنان چی کار بکنیم که بیشتر حوصله مند شویم، وسائل این حوصله مندی را استاد اشاره خواهد کردن. در نخست از استاد میپرسیم که استاد، این معنای تأنی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و بعد. ما در تلاش هزی هستیم که جامعه خود ارزشمند بسازیم و هرگاه هر ارزش را صحبت میکنیم، این یکی از پرزه های اساسی جامعه انسانی است و گاهی برخی از ارزش ها اصول میباشه و برخی ها ممد میشه و جمله مسائل خیلی ضروری در جامعه انسانی، تأنی و حوصله‌مندی و حلم و بردوباری هست که انسان دور اندیش باشه. هرگاه انسان عجول بود، سراسیمه بود، وارخطا بود، فیصله هایش اما خوبش هم ضعیف میه، غلطی خوب به حد زیاد احتمال داره، اما فیصله دقیقی هم که بکنه ضعیف میه، اون خراب میشه. بنابراین هیچگاه باید مسلمان در فیصله کردن و حکم کردن در بدی ها خود چه میکنه، در خوبی ها باید عجله نکنه. به می خاطر الانات و آنی حلم و وقار گفته میشه که انسان به حوصله مند باشه و زود نپره به اصطلاح وطنی ما شما، یعنی جسته های ملخ مانند نداشته باشه، با وقار حرف بزنه، فامیده حرف بزنه و قضیه را از همه جوانبش درک بکنه. یعنی زمانی که انسان فیصله میکنه برخی از قضایا را احساس میکنه که کل قضیه همین است. حتی امروز یک از مصیبت های معاصر ما در حوزه دینی هم میشده که امی یک حدیث شریف را که از جوانان ما میشنون، باز فیصله میکنه که مذهب فلانی به خطا رفته، به خاطری که حدیث گرانبها را ندیده و اینها فیصله کردن و کلش شما را ندیده باشه، بدون تأنی و بدون بحث همه جانبه، بدون شناخت کل عواقب قضیه فیصله خود صادر میکنه که هذا فرض و هذا واجب و هذا حرام و هذا کفر و هذا شرک و هذه بدعه. قضاوت ابن هنگام، قضاوت زود هنگام میکنه که انسان نمیتونه که سر روزو حساب بکنه. بنابراین از جمله قضایایی که در اسلام خیلی توصیف شده همیست که انسان حوصله مند باشه، نا وقت نمیشه. اگر شما به حق نرسیدین، کسی دیگری به حق خواهد رسید، ولی شما جلب حق را بسته نکنین. اگر کسی عجل فیصله عاجلانه‌ای بکنه، برگشت هم یک نقطه دیگه است که شاید ما شما بحثای داشته باشیم سر ازو که انسان مراجعه بکنه و ما مسلمان ها گاهی در مراجعه هم کمی میکنیم، خردی میکنیم. مثل که اصدار فتوا، اصدار حکم، اصدار فیصله یک ارزش است، اما در وقت غلطی مراجعه کردن و اعتراف کردن به خطای خود، این ارزش بزرگتر از گذشته است. به می خاطر در خطای خود کسی میشه انسان غلط بکنه، واقعاً نفهمه، قضیه یک جانبه دیده باشه، قضیه روشن شوه یک طرف. شما ببینید می محادثات دوگانگی که مدعی و مدعی لهیگاه می باشه، برادر ما که در قضای حقوقی و قضایی بحث میکنن، یک کسی که میمین حس خود را میه، هیچگاه خود را ظالم هم خود را مظلوم جلوه نمیده، میگه حق ما تلف شده، اگر ما دفاع نمیکردم مرا میکشت، ما در دفاع خود او نفر زودتر رخصت کردم. وقتی دیدمش که او نفر خلی سلا بوده، هیچی هم با خود نداشته، ده گوشه گیرش کرده، کمین او را زده، باز فهمیدمش که ظالم خود را مظلوم قلم داد که بس فیصله خود پس میگیری. به می خاطر است که تأنی در اصطلاح میگن تثبتون و ترک العجله، انسان خود را 100% بفهمانه و عجولانه فیصله نکنه. حتی در قضای خانوادگی، در قضای دوستی، در قضای تجارتی، در قضای حقوقی، در قضای سیاسی، اجتماعی، جنگی و بین المللی، اگر تثبت نشه و عجله صورت بگیره، عواقب دردناک خواهد داشت. بنان یکی از ارزش‌های متینی که در جامعه بشری وجود داره
انسان ها و مسلمان ها دور اندیشن، در دوستی هم دور اندیشی میکنن و در دشمنی هم دور اندیشی میکنن. دوست گرفتن هم کسی رو دوست میگیره که فردا با دوست گرفتنش پشیمان نمیشه، و دشمن هم که با کسی دشمنی میکنه در دشمنی کردنش ملامت نمیباشه، به خاطر که دیده که جز از زی که دین ما را توهین کرد، خاک ما را زیر پا کرد، شخصیت ما را زیر سوال برد، امت ما را ذلیل ساخت، بعد از یه دوستی کردن هم یه منتهای ذلت شمرده میشه. خداوند متعال در قضای دوستی و دشمنی به دور اندیشی و تثبت خیلی زیاد فرا میخوانه که انسان ها باید کسی را دوست بگیره که در آخرت هم کتش دوستیش را افتخار بکنه، به خاطر میز که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی را گفت که المرء مع من یحب، کسی با کسی حشر میشه که او را دوست داشته باشه. باز میگه فلینظر من یخالل، متوجب المرء على دین خلیله، انسان به مذهب و کیش دوستش رفتار میکنه. بنان تلاش کن که کی دوست شماست. در جهان غرب هم امروز که پرسان میکنه شما را مستقیم نمیپرسه که چی اخلاق دارین، دوست شما پرسان میکنه که یک از دوستای خود را به ما نام نویس کن، میره در اخلاق ازو بحث میکنه، با شما در توسط ازو میشناسه. بنان در دوستی گرفتن و در دشمنی کردن هر دویش به انسان متعنی باش و همچنان حوصله مند باش. در روایات دینی هم تاکیدات در رابطه به حوصله مندی داره؟ بله، چرا نه. اینجا خود تقریبا قبل از اینکه به روایات دینی برسیم، یک واژه دیگری که به عنات خیلی نزدیک است به تعنی حلم است. حلم از اگر به فتحه گفته شوه باز حلم عقل زمان عقل میشه، و حلم به کسره کس ای باز حوصله مندی میشه. به میخاطر من که تأنی در فیصله صادر کردن یا ترک عجله مهلت دادن ایره گفته میشه که تأنی است، و حلم کس ایره در تأخیر در عقاب است. کسی مجازات میکنی در مجازاتش حوصله مند میشوی، و تأنی مطلق در تدبیر امور و در انجام دادن کار خوب یا کار عادی که انجام میدهی کمک حوصله مندی می، ایره تعنی گفته میشه. عام است. و حلم که است در قضایی که فیصله خود را کمک به حوصله مندی صادر میکنه، ایره حلم گفته میشه. قرآن کریم در قضایی خیلی تاکید بیشتر فرموده، به خاطر که جامعه بشری پر از حوادث است. اگر انسان حوصله مند باشه در یک لحظه چند فیصله را صادر میکنه، و لازم است که هر کسی که در مسند فیصله نشست، یا کلان قوم است، یا قاضی هست، یا سارانوال هست، یا والی هست، یا رئیس جمهور است، هر کی هست، و به خاطر است که آخرین فیصله اعدام انسان را که میبرن به توشیح رئیس جمهور میبره، و حتی مردم کوشش میکنه کل راه ها سرش بسته شد، باز پیش رئیس جمهور قضیه خود میبره که می غلطی تا اینجا رسیده، گپ ما کسی نشنید، شما کمه که ما گپ ما را بشنوید. بنان اموخا آخرین کمینه برش میگیره، بدون امضای رئیس جمهور کسی به دار آویخته نمیشه، کسی اعدام نمیشه. ای که آل در افغانستان سری سرک هم مردم رخصت میکنه، هر کس پادشاه خودش است، ای کار جنگلی است، کار حکومتی نیست و کار چی نیست. خداوند متعال می فرماید ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، ای مؤمنان زمانی که در جهاد برآمدین، شما در قتال برآمدین و در فتح دلها و کشورها برآمدین، فتبینوا، خیلی دقیق باشین، واضح بسازین که قومی که شما به اونها می جنگین قابل جنگ است، اینا خو مسلمان نیستن، تسلیم خو نمیشن، کدام کار دیگری یعنی بمونه که آمادگی جنگ دارن یا خیر. ولا تلقوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا، و کسی که با شما تسلیم شد او را نگو شما مؤمن نیستین، مسلمان نیستین، که از ترس ما کلمه خواندن، از ترس ما تسلیم شدین. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کسی که عجله میکنه و کلی مردم را میبرن و مال و سر را تاراج میکنه، اینها در تلاش جمع کردن غنایم است، نه تثبیت فکر و اندیشه. جای دیگری الله متعال میفرمه وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول فقال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوه التي قطعن ايديهن. قضیه شد که زمانی که یوسف علیه السلام در زندان افتید و پادشاه مصر خوابهای خطرناکی را دید و منجمین از تعبیرشان ناچار شدند، بالاخره یوسف علیه السلام که تعبیر کرد، باز پادشاه گفت گیری بیرین پیش ما. حضرت یوسف علیه السلام گفت که نه، ور خطا نشو،
ما دوسیم که صفانه شما براعت که نگیریم، ما به پادشاهی شما نمیم، به قصر شما. اول دوسیم را ببینید که ما ملامت بودم به زندان 10 سال و 12 سال و بیشتر و کمتر گذاشتندم یا خیر. یک فیصله شو، من می نیستم مجرم زیر دار گرفته و در خدمت خودت که یک خواب شما رو تعبیر کردم و از جایگاه بلند مستفید شما سه هرگز زیر نمی خواهم. اصلا باید من دوسیم پاک شو، شخصیت ما تثبیت شو، گناه ما بی گناهی ما تثبیت شو، بعد از میم. یعنی حضرت یوسف علیه السلام از زندان برآمد نگفت که یعنی پادشاه امر کرده علی کالای ما را شرما سر شما توزیع میکنم من رفتم. نگفت نمیشه تن دار. یک کرد برگردین پادشاه رو بگن قال ارجع الى ربک، با پادشاه برگرد فساله ما بال النسوة التي قطعن يدهن، زنهایی که به دیدار ما دستای خود بریدن به خاطر اینکه ما مجرم کلان بودم یا نه. این ربی به کیدهن علیم، خداوند به مکر اونها میفهمن، بنان به حوصله مندی تعامل کرد. همچنین الله متعال به یک کن فیکون کل کائنات را خلق میتونست، ولی به خاطر ازی که انسان ها حسب تقسیم اوقات و به تدرج و به حوصله مندی کار بکنه، چی گفته؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، خالق شما ذات است که کائنات را، آسمان ها و زمین ها را در 6 روز تنظیم کرد. ثم استوى على العرش، باز بالا عرش خود استوا کرد. همچنین الله متعال در تعامل ذات البینی انسان ها می فرمه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ای مؤمنان اگر کسی، یک انسان ناخبری و غیر متثبتی عجول کسی آمد آوازه بخش کرد در حق کسی، در حق قومی، در حق قضیه، فتبینوا، شما خود را خوب بفهمانین عباد قضیه را، ان تصیب قوم بجهالت، نشه که شما به یک آوازه سر را سری قومی در حق قومی فیصله نادرست بکنین و اقدام عجولانه انجام بدهین، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که بعد از او دست های ندامت را به هم میمالین، هیچ به دست شما نمیه. به می خاطر است ما باید در این قضیه تنظیم بکنیم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از اصحاب کرام را که واقعا و حادثه را که روایت میشن بسیار جالب است، اشج عبدالقیس یکی از کلانای بزرگوارای قبیله عبدالقیس بوده، او با قوم خود آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بود، با صحابه کرام صحبت داشتن. زمانی که قومش رسول الله را از دور دید، دیوار و چند دیواره کلانه نبوده، زیر چبره نشسته بودن، دویدن به مجلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدن. خود اشج عبدالقیس چه کار کرد؟ رفت شطور خدا بسته کرد در طبیله دورتر، رفت وضو گرفت، آمد دو رکعت تحیت المسجد خان، باز استاد شد چپن خود را یا جلک اصطلاح وطنی مشمور جور کرد، سر صورت خود آمد گفت السلام علیکم یا رسول الله، بسیار به حوصله مندی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش استاد شد، با او جور پرسانی کرد، باز گفت که ان فیک خصلتین یحبهم الله و رسوله، تو دو صفت زیبایی داری که خدا و رسول خیلی دوستش داره. بازم حوصله مندی کرد، ای تو نگفت که ما هما چیز، گفت او اتخلق به ما یا رسول الله، آیا ای دستاورد ماست یا لطف الهیست، ام جبلنی الله به ما، ام ای دو صفتی که خدا و رسول دوست داره، ای دستاورد و زحمت کشی ماست یا لطف خداست. گفت بل جبلکم الله علیهما، بلکه خدا شما را به دو صفت زیبا آراسته خلق کرده. بازم نگفت که چیز، گفت الحمد لله الذی جبلنی علی خلقین یحبهم الله و رسوله، همه ثنا و ستایش خدای راست که مرا به دو صفت خیلی زیبای خلق کرده که خدا و رسولش دوست داره. با سکوت کرد، نگفت چیست، گفت رسول اکرم فرمود الحلم والانات، در عقاب دادن هم حوصله مندی و در تعامل هم حوصله مندی. دقیق، ببینید این قضای خیلی دقیق است که ما در جامعه باید سی صفات سرمایه‌گذاری بکنیم در خانواده های خود. حتی طبقه نسوان ما از این ناحیه خیلی مشکل زد داره، زودتر فیصله میکنن، آوازه را جدی میگیرن، حتی قریبترین فرد که شوهرشان هست
و در عقدشان به هم دیگر قرار دارن، یک آوازه بسیطی را هم که ببینن و یک مسیج نادرست دارم که در تلفونش مشاهده بکنن، یقیم دنیا ولا یقعدها، به اصطلاح عربی که دنیا را بلند میکنه سرچپه میکنن بیخی. علتش چیست که ما حوصله مند نیستیم؟ تشکر جناب استاد، و میریم به طرف یک استراحت وقفه ای. دوباره با شما خواهد بود. بله دوستای عزیز، موضوع بحث ما حوصله‌مندی است. اینکه آثار و فایده این حوصله‌مندی چی هست از استاد میپرسیم. جزاک الله خیر. ما قبل از اینکه به آثار و فوایدش برسیم، علمای بزرگوار ما در مورد انات یا حوصله‌مندی احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نقل میکنن که التأنی من الرحمن والعجلة من الشیطان. حوصله‌مندی از طرف خداست و عجول بودن کار شیطان است. بنان از همه خواهران و برادران، اولات امور، علما، همه برادران و خواهران می خواهیم که در قضایا عجول نباشند، زیرا یعنی ناوقت نمیشه. کل سرزمین و آسمان سر فیصله ما استوار نیست، کمک حوصله‌مند باشیم در تصنیف کردن مردم، در تکفیر مردم، در تبدیل مردم، حتی در تخوین و خائن گفتن مردم، دوز گفتن. این خیلی آسان است گفتن که فلانی دوز است، فلانی فاحش است، فلانی دوز، فلانی چی. یعنی چی فایده؟ کمک حوصله بکنه و فردا باز باور داشته باشین خامی هایی را که ما در سیاست مدارای خود میبینیم، باور بکنه که بسیار رنج آور است. امروز حرف میزنیم، فردا خلاف از او حرف میزنیم. چرا دوستی خیلی زود گذره میکنن؟ چرا ما را مصالح میور داره که واقعا بی شخصیت شدیم؟ ما دی کشور امی کلانای خود را گاهی که میبینیم که هم دیگر از فراز منبر دو میزنن، ما عرق میکنیم که خدا به این سیاست مداری که کشور ما را اداره میکنه در فیصلها چقدر بیچاره هستن. به می خاطر از فواید بیشتری که از امی حوصله مندی و تأنی به دست میه، امی که کسی که عاقل و هوشمند بود و قلب مطمئن داشت و از لحاظ حوصله مندی پر بود، او دلالت میکنه که کم حوصله نمیشه. هر قضیه که شنید در عبادش کنجکاوی تا حد میکنه که قضیه خسته شد، نه خودی ازی، تا که بفهمه که هیچ غبار دی قضیه نموند، حق و برحق میشناسه و دور اندیشانه تعامل میکنه. دومین فایده چیز که انسان از خطا شدن و گمراهی خلاص میکنه. وقتی که انسان همیشه غلط بکنه، خودش یک مصیبت است. ما باید قبل از غلطی معذرت خواستن غلطی نکنیم، حوصله مند باشیم و باگه از غلط شدیم معذرت هم بخواهیم. متاسفانه ما در هر دوش مشکل داریم و می خاطر این قضیه رول بیشتری در تعامل سیاسی و اجتماعی داره. تأنی در همه قضای خیر است، ولو در کار خیر هم باشه. ممکن است کار خیر میکنی اگر شما کمک دقیق شوین، کار خیر را قوی تر میتونین، مفیدتر انجام دادش میتونین. همه جانبه که بیندشین، مثلا بگم پول داری همکاری به کسی میکنی، تکم فکر میکنی که به فقیری همکاری بکنم نان برش بخرم یا وسیله کار برش بخرم. نیازمندی های برای میسنجی مثلا به وجهی که مایی برش بدی، چرا شبکه و جال نمیدی که همیش مایی بگیره؟ به عوض از اینکه بر از او یک بوجینان بخری، یک مار مصرفش بدی، یک ساله مصرفش بدی، بر از او وسائل امرار معیشت را درست میکنی که دائم از او نان بخور، از احتیاج دیگران خلاص شوه، ببین که خیر خو میرسانی، دی خیر کمه که بیاندیش. و در حتی در کارهای آخرت میخوای یک کار خیری انجام بدهی، یک صدقه بدهی، یک کار دیگری، تلاش بکن که افادت دنیا و آخرت شده در نظر بگیری. همچنین از اخلاق ذمیمه انسان را خلاص میکنه. امی که ابن قیم رحمه الله میفرماید که اذا انحرفت عن خلق الانات والرفق، انحرفت، وقتی که از حوصله مندی گوشه شدی، از همه خوبی ها گوشه شدی، اما الى العجله والطيش والعنف، اگر از حوصله مندی دور شدی، دست و پاچه میشی، عجله میکنی، سبک بار حرکت میکنی، یا به سوی تفریط و ضایع کردن اموال و وقت خود مصروف میشی. پنجمین فایده چیز که حلم و انات سبب رضای سبحان میشه. این فیک خصلتینی یحبهم الله و رسوله. انسان حوصله‌مند را خدا دوست داره.
بنان اگر انسان میخواد هیچ کاری هم به دستش نبه، اقل ما می حوصله مندیش خدا او رو دوست بگیره کلان گپ است. همچنین از جمله مسائلی که انسان با او از استفاده میتونه ایست که از مکر شیطان خلاص میشه. انسان عجول را شیطان مانند گودی بازی میده. گودی نیست. امی که میگه وقتی که یک نفر به جنگ و به غضب آمد، شیطان مانند گودی سرش بازی میکنه. و وقتی که انسان دوراندیش باشه از بازیچه شیطان خلاص میشه. به خوبترین حل انسان میرسه فتبینو ان تصیبوا قوم بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. صورت های وجود داره که در زندگی خود ما بس برخی از حوصله مندی ها را مثال بگویم که برادر از او صورت است که وقتی که انسان به عبادت هم میره و خطا نباشه. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخوان، پشت سر صدای پاها را شنید. باز گفت عن ابي قتاده رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت الرجال سر صدای مردم را پشت سر شنید. فلما صلى وقتی که سلام نماز سلام کرد قال ما شأنكم امی سر صدای چی بود؟ قالوا استعجلنا الى الصلاه كما كي بعجله به نماز هم دویدیم سر صدا شد. قال فلا تفعلوا بار دیگر ندوید. اذا اتيتم الى الصلاه فعليكم بالسكينه وقتی که با نماز با وقار و هیبت خود بین فما درکتون فصلو بجای که رسیدین با امام میخوانین و مفاتون کن فاتیمو وقتی که ادام رکعت که رفت تکمیلش میکنین بینن چرا میدوین خیرت خواست حتی در عبادت هم حتی در عبادت هم انسان عجله نمیکنن. و جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم الاقامه وقتی که اقامت نماز رشن فهمشو ایل الصلاة به سوی نماز حرکت کنید. و علیکم بالسکینه والوقار با وقار خود و با مو هیبت انسانی خود اونجا حرکت کنید. ولا تسریعو و خد ندوین فما درکتون فصلو و ما فاتکون فاتمو. دومین نکته که در طلب علم است، الله مطلب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی گفت؟ ولا تحرک به لسانک لتعجل به. با دنبال حضرت جبریل امین زود نخوان و خطا نشو. ما برد دل جسم جواجوش میسازم. اگر مثلا کسی حرف را میخوا نوت بگیره، برداشت خود نوت بگیره، نه الفاظ استاد. در نوت گرفتن اگر برداشت خود رو نوت گرفتن ذهن نشین میشه، براتون مفید تمام میشه. اگر شما الفاظ استاد رو میخواید نوت بگیرین فراموش میشه. او باز الفاظ رو نصفش خطا میخوره نصفش به و میخاطر از شیوه نوت گرفتن ور خطایی نیست در علم. همچنین وقتی که با دشمن در ساحه جنگ روبرو میشه، اگر وقتی که تعنی بودی در ضربه شما جای میخوری که کاری میخوره. من یک چیز دیگر با برادر وقتی که در سپورت می رفتیم با فوتبال ما کمه که علاقه داشتیم، با وجودی که نمی فهمیدم کم می فهمیدم، خب من تا ایره می فهمیدم کسی که از لحاظ تأنی توانمند باشه گول زده می تانه و کسی که ور خطا باشه پای مردم می زنه. او کسایی است که از عقل خود استفاده میکنه، بیمونه که چیگونه با کدام زاویه انتخاب بکنه، از حریف خود چیگونه توپ گوشا بکنه، در هدف چطور برسانه. حتی در بازی ها و سپورت ها هم انسان های توانمند همیست که با عقل خود تحکم میتونه و در وقت تصمیم گیری و خطا نمی باشن. و امام شافعی رحمه الله میفرمه که لا ينبغي ان يولي الامام الغزو الا ثقه في دينه. و کسری که حاکم وقت کسری وزیر دفاع میسازه، انسان عجول را وزیر دفاع نسازه. کسی که در دینش متین باشه، در اخلاقش متین باشه، استوارترین فرد را به دفاع کشور بگو ماره که واقعا با متانتش از دفاع بکنه. شجاعا بی بدنهی چی میگه؟ ثقتا فی دینهی، در دین متمکن باشه، مرزهای اخلاقی و دینی رو بشناسه. شجاعا فی بدنهی، در شجاعت در بدنش باشه، حسن الاناتی حوصله مند باشه، عاقلا للحرب به جنگ بفهمه، بصیرا بها آگاهانه حرکت بکنه، غیر عجل ولا تزق عجول و ورخطا نباشه، و تقدم الیه ان لا يحمل المسلمين على مهلكه بحال به جنگ قسم وارد شو که ملت خود را به هلاکت روبرو رساسه. ما دشمن تراش نباشیم، ما دوست یاب باشیم. همچنین از صورت های دیگری که در انکار است، یک کار بد را دیدی ولی ببین که چگونه منش بکنی، یک کار خب نادرست جای گناه را کشف کردی، ببین چگونه گناه را جلوش بگیری. اول مردم خبر میکنه یا اون رو نصیحت میکنه، یا که در فیسبوک، یعنی او فضیحت درست میکنه یا نصیحت میکنه. باور داشته باشین ما امروز در نهی از منکر به فضیحت بیشتر دست میزنیم نسبت به نصیحت.
چیزهای پنهانی رو آشکار می سازیم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قضایا بسیار به صراحت اشاره میکنه که یا ایها الناس من ارتکب شیء من هذه القاذورات فاستتره هو فی ستر الله، ای مردم اگر کسی از بد گندگی ها مبتلا شد خدا پوشاندش پوشیده باشد. و من عبد الله صفحته اقمنا علیه الحد، اگر خداوند متعال او را بیاب ساخت و آشکار ساخت بعد از او حد سرش قائم میکنه. ببینین چهار نفر در حد فحش هستی، سی نفرم نمیچله و ما به گمان مردم میبرداریم و به قضای دیگری و مسئله دیگری هم که وجود داره در صحبت کردن هم انسان کوشش بکنه که عجله نکنه، یعنی تو نشو که وقت کم است شاجور اتومات فایر بکنه نه، یعنی اتومات نباشه منفرد فایر بکنی که نفر بفهمه که ما چی گفته میشه. به می خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه از رسول اکرم حکایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يحدث حديثا، قسم صحبت میکرد لو عده العاد الاحصاه، اگر کلماتش را کسی شمار میکرد قابل شمار بوده. به می خاطر از اعجاز حدیثی است که همه خطبه ها همه صحبت ها همه فرمان های رسول اکرم حفظ شده. خیلی کوتاه میگفت و میخاطر است که ما باید توجه بکنیم. آخرین حرفی که میخوام اشاره بکنم که شاید وقتم همکاری بیشتر نکنه، برخی از اسبابی وجود دارد که ما نمیتونیم علتاش استاد میخواستم بپرسم که چی باعث میشه یک شخص بیا کم حوصله‌گی میشه. اسباب کم حوصله‌گی، علتهای کم حوصله‌گی است که غضب و حزن شدید انسان کم حوصله میشه. وقتی که انسان غضب شد از او دیگه حوصله رو توقع نکنه الغضب. امی خاطر بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک نفر برش آمد گفت که یا رسول الله اوصینی بما توصی، قول لا تغضب قهر نشو. باز گفت اوصینی، گفت لا تغضب قهر نشو. بارسون برشون گفت، اخیر فهمید که امی کل وسط امی است که غضب نشو و همچنین غم خیلی زیاد. وقتی که غم را ما کل سر خود بار کردیم و تقدیر خدا چیزی را نسپردیم واقعا دست و پاچه میشیم. به می خاطر است که ما در وقت غم بسیار شدید، فقد اموال، فقد دست دادن ان نفسها، اقارب و دوستای خود چی میگیم؟ انا لله و انا اله کل ما میرویم. بی خرافت خود چی باید کرد؟ خود را به انسان بگیره. همچنین از استجال نتائج امور، چیزی ما چیز زود به دست بیاریم، عجله در نتیجه که زود برسیم ما خطا نشه. و هر کی ورخطا شد و باز به جایی نمیرسه. عجله است که انسان در چیزی فیصله زود هنگامی میکنه. تفرید مشکل دیگر است که انسان خودش تقصیر داشته باشه، کوشش میکنه تقصیر خود را بپوشانه. کدام کسی بوده که مادرش رو گفته بود که برو بچه چیزی آتش بیار از خانه همسایه، دو گذشته ها دقیقه که دود بلند میشد باز گوگرد نبوده، بس سنگ و چقمق مردم آتش می افروختن، یک جایی که آتش می شد باز مردم از او چوب گرفته در خانه خود آتش می بردن. و می خاطر گفت الناس و شرکا اون فی الماء و الکلاء و النار، در آب و چراگاه و در آتش با هم شریکن وخل نورزن. یک جوان مادرش گفتی برو آتش بیار، او که بیرون بره من سوی جهاد می رفتن، رفت 3 سال گم شد به سوی جهاد رفت. وقتی که آمد در خانه خود نزدیک خو مکه می برم آدم مادر از ما چی خواسته بود؟ گفت آتش خواسته بود. رفت از خانه همسایه آتش گرفت، باز می داخل خانه که رسید پای خود بند کرد، یک خود انداخت، گفت تحصیت العجله، هی عجله خانه خراب شوه. مادر گفت که آلی بری چی وقت بیایی؟ ای خوب می خواست که همو عجله خود همو تفرید و تقصیر خود بپوشانه. همچنین از جمله که موصله شدن ایست که انسان به شهوت های زودگذر خود تسلیم شوه. یک مصیبت است. او در شهوت مالی باشه، شهوت ثروت باشه، شهوت گپ زدن باشه، شهوت جنسی باشه، همه شهوت ها که انسان ورداشت و زیر تحصیل شهوت ها، شهوت یک تنها جنسی نیست، ببینید که شهوت قدرت و شهوت رأی و شهید خودخواهی و به حد است که یعنی خودنمایی ایسا حساب نداره. زیر ازی که رفت بی افصله میشه انسان. همچنین وقتی که انسان با انسان که با انسان اهل خیر و اهل چی مشوره نداشته باشه، و آخرین حرفی که من آخرین حرف بزنیم، وسائلی که ما را به تعنی و حوصله مندی فرا میخونه دعاست که خدا حوصله نصیب بکنه. در عواقب قضایا به دید ظرف نگریست. همچنین با اسماء و صفات الله متعال با وجود حکمت و قدرتش
با تدبیر و پلان کار میکنه. سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانیم، سیرت سلف صالح بخوانیم و با اهل خیر و صلاح مشوره داشته باشیم، ان شاء الله حوصله مند حرکت خواهد کرد. مهم که حوصله مند هستیم ولی وقت برنامه هم تمام است. ما حوصله دار وقت حوصله ندارد. تشکر شما بیننده های عزیز، یک جان سپاس، وقت و خیر، شب روز بر شما خوش، الله نگهدارتان باشه.